فصل 16 این چیزها را به شما گفتم تا لغزش نخورید. آنها شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و حتی زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در ابتدا به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون نزد کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسید کجا می روی، ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شده است. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من به نفع شماست، زیرا اگر من نروم پشتیبان تا نزد شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او بیاید جان را در مورد گناه، عدالت و داوری مجاب می سازد. در مورد گناه چون به من ایمان نمی آورند، در مورد عدالت چون من نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید، و در مورد داوری چون حکمران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری است که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد، زیرا از جانب خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط درباره آنچه می شنود سخن می گوید و شما را از امور آینده با خبر می سازد. او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت می کند به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان از یکدیگر پرسیدند: چرا او میگوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید چون به نزد پدر میروم؟ مقصود او از این سخن چیست؟ این مدتی که او درباره آن سخن میگوید چیست؟ ما نمیدانیم درباره چه چیزی صحبت میکند. عیسی فهمید که آنها میخواهند در این باره از او چیزی بپرسند، پس به آنها گفت: من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ در حقیقت به شما میگویم که شما عشق خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می‌کشد و از درد ناراحت است، ولی به محض اینکه طفل به دنیا می‌آید درد و ناراحتی خود را فراموش می‌کند و شاد است که یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور. اکنون غمگین هستید، ولی شما را باز هم خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد.
روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. در حقیقت به شما میگویم هرچی به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثلها با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثلها با شما سخن نخواهم گفت، بلکه واضح و بی‌پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و ایمان آورده اید که من از نزد خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک میگویم و به سوی پدر میروم. شاگردان به او گفتند: حالا به طور واضح و بی‌پرده سخن می‌گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می‌دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل ایمان داریم تو از نزد خدا آمده‌ای. آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید، ساعتی می‌آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم. حیاتی نو ایسا